بامزه بود نه. این که چیزی نیست. یه آقایی خونهشون طبقه 18 یه آپارتمان بوده. خب بعد هر شب عادت داشته میمده جلو پنجره چند تا نفس عمیق حسابی میکشیده، بعد خودشو پرت میکرده تو تختش. خب یه شب حواسش نبوده، میره جلو تختش چند تا نفس عمیق حسابی میکشه، بعد خودش از پنجره میندازه بیرون. این که چیزی نیست. تو داستان اون وسترنر رو شنیدی؟ کدوم؟ ببین یه وسترنه عادت داشت وقتی میخواست شلی کنه میگفت یه بار اشتباهی گفت خب بعدش بعضی عادت دارن بعد از مرگشون عادتشون رو فراموش کنن. استعاره یه مصرحه در ارتباط با نیما. چرا اینقدر دماغتو میخارونی؟ خب چیکار کنم؟ عادت دارم وقتی درس میخونم باید دماغمو بخارونم، وگرنه درسو نمیفهمم. نمیتونی یه کار دیگه بکنی؟ دماغ میشه ها. راست میگی. خیلی فرقی نکرد. نیما اعصاب خرد کنه. نیما خب چی کار کنم؟ موقع درس خوندن من حتما باید دستم حرکت کنه. آخه درس خوندن چه ربطی به تکون دادن دست داره؟ این یه عادت علکیه. اگه درست بشینی فکر کنی این دوتا کار بی ربط و اصلا با هم دیگه انجام نمیدی. راست میگی ها، تو کمک خیلی بزرگی به من کردی. من یه عادت بی ربط رو کنار گذاشتم. آخیش، برای همیشه از شر درس خوندن راحت شدم. دیوونه، منظورم این نبود. جدی نمیگی که؟ معلومه که نه، وقت درس خوندنم تموم شده، ولی این عادت دست تکون دادنم که هست. از روم تا رنگ رنگ دائم نرون توی جنگ. آهی گوزفن چیل پلنگ اردک جوجه مارنگ نرون زده زد زنگ اما خورده یه پلنگ جاش روی پاشت بومه یک جاش روی همومه بیافته کی بیخنده جناب آلی و منده. وقتی این سنکا تو این قصر نیست یه دونه مگزم پیدا نمیشه. ببینم کلادیوس. بله پدر. تو داری چی کار میکنی؟ دارم گردو میشکنم. باریکالله باریکالله. اونم کنار تخت من. آره بلند شو برو اتاق خودت کنار تخت خودت بشین. یالا پدر یه خوردش مونده. خیلی خوب کافیه. اون عینکو از چشمات بردار. عینک برای شبه نه روز. چشم. اوز مارکوس بله ببینم تو داری چی کار میکنی؟ دارم گردو میشکنم آقای نرون. خیلی خوب بس دیگه. باشه باشه. ببینم کلادیوس بله این صدای گردو شکستنی تو نبود؟
نه پدر. تو داشتی با دندون گردو میشکستی؟ بله، آخه عادت داره. این چه عادتیه کلادیوس؟ به جای اینکه از اون دندونات استفاده کنی از اون کلت استفاده کن کلادیوس. از اون کله استفاده کن کلادیوس، کله. بله بله، چشم. میبینی سنکا، تا تو اومدی توی کاخ این همه مگز اومدش. نگاه کن. سلام بابا. سلام کلادیوس. این داره چه کار میکنه قربان؟ چیزی نیست، داره گردو بازی میکنه، بچه هست دیگه. قربان داره با کلش گردو میشکنه. این صدای پتک مارکوسه. نه قربان، ملاحظه بکنید، با کلش گردو میشکنه. آهای بچه، چه کار داری میکنی؟ من شما نگفتیم به جای دندونم از کلم استفاده کنه؟ خب آره من گفتم. دیدی من گفتم، الانم من گفتم. دیدی شاید قربان منظور شما این بوده که از کلش استفاده کنه، یعنی از فکرش بهره بگیره. آها شاید. اینا دیگه کیان بابا؟ کی بود؟ هیچکی. کی بود الان؟ الان یکی بود اینجا. نه هیچ کی نبود. بیا. چرا یه چیزی هست. کسی نبود. من دیدم الان تو اینجوری بود. کسی نبود. فکر اینجوری بود. آره. دیدی من گفتم آفرین. دیدی من میگم اینجوری بود. یکی هست. اینجا یکی هست. آفرین کلادی. کسی نبود. برو تو گردو تو بازی کن. برو. دیدی؟ اینجا یکی هست. دیدی؟ بابا کسی نبود. وایسی نه. چی؟ سوراخ چیه؟ تو چرا قیافت همچین شد؟ دست خودم نیست. وقتی یکی یه چیز ترش میخوره من قیافم اینجوری میشه. عادتم. بی خود. این که دلیل نشد آدم هر کاری دلش میخواد بکنه بعد بگه عادتمه. من این عادت رو از سرت میندازم. من لیمو ترش میخورم، تو هم حق نداری قیافت رو کجی کله بکنی. باز که قیافت همچینی کردی که. آخه دست خودم نیست، عادتمه. عادتش نیست بیوک آقا، شرطی شده. من این شرط رو از اون کلش میندازم. نه خیر، مثلا که دستوردار نیستی. سعی میکنم ولی نمیشه. من فکر کنم این عادت نیست، یه عکس العمل غیر ارادیه. دای بیوک، نیما که دست خودش نیست. شما اگه حالا لیمو ترش نخوری نمیشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه من عادت دارم هر روز عصر به عصر 7-8 لیمو ترش بخورم. چی؟ بابا جان گفتم من عادت دارم هر روز. گفتین چی دارین؟ هیچی. چرا همین الان گفتین یه چیزی دارین؟ چرا؟ گفتم پاشو برام تلویزیون رو روشن کن، فکر کنم فوتبال داره. دای بیوک. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. حالا که قرار لیمو ترش نخورم لاقل یه چیز دیگه بیاریم بخورم. من عادت دارم موقع دیدن تلویزیون مشغول باشم، بیکار نمونم. یکی نیست من بگه خوبی قیافه مردم چی کار داری؟ از پنجره قطار که به بیرون نگاه میکنم هر روز چشمانداز جدیدی میبینم. یک روز دشت های سرسبز، یک روز بیابان‌های خشک، گاهی جنگل و گاهی مرتع. آسمان هم هر روز با روز قبل فرق می‌کنه. گاهی پر از ابر، گاهی صاف صاف. شاید به همین علت بود که بغل دستی می‌گفت اگر به آسمان نگاه کنیم می‌فهمیم که همیشه آسمان آبی نیست.
کمون فقط بودم، هر جا بودم تنها بودم. چه خون نکن رابین، هر جا بودی جان کوچولو با صد نفر همراه. رابین هود، رابین هود. حالا صدای گراز گوش کن جان. بگو گوشم با توه. آفری خوبه. ادامه بده ادامه بده. حالا صدای شیر، شیر وحشی. خب اینجوری نیست که، اینجوریه. راست بگه، راست بگه، خودم این شیری. خب حالا صدای شطور، صدای شطور. ای وای بر من، شیر عصبانی شده. این که عروسکی شد. خاله دیگه. خاله آقل ده عروسکی، عروسکی مجد کچروف دل بنده. کلم کلم محسومه محسومه. نینی نینی مریان مریان. اونجوری ها ماما مریان. با یه قهوه چطوری؟ قهوه جان جان قهوه. خوبیم خوبیم. با شکر یا بدون شکر؟ با شکر. شکر تو گنجه است. بی شکر زایه شده. وقت خونت با شکر نمیخوره اینجا. نوشه جونتون، من باید برم کار دارم. اخبار کار دارم تو دیگه. جان کوچولو. بله خانم ماریان. میشه یه خواهی کنم؟ بفرمایید. یه روز دیگه که میای لولا این در رو عوض کنی، در از این ور باز شه. هرچی به این رابین میگم گوش نمیکنه. راست میگه، هرچی به من میگم پس من اصلا گوش نمیکنم. اصلا نه. حتما خانم ماریان، حتما. متشکرم. باشکر یا بیشکر زایه شده. رابین هیزم نداریم، باید بری جنگل هیزم بیاری. سلام، باید تلویزیون نگاه میکنم. رابین باشه. همی که رابین 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 باز چی شد؟ باز خوردم به در. این دفعه دهمه که میخوری به در. تام ده دفعه است میگه این دفعه دهمه. یعنی این که میخوام بگم خیلی خوردی به در. خب بگو خیلی خوردم به در. چرا اینقدر عجولی؟ چرا یادت نمیمونه که جان کوچولو جای لولای در رو عوض کرده؟ به جان جان کوچولو نک، من عادت کردم به جای سابق لولای در. فکر کنم هنوز از این بر باز بشه، نه گازم بر. تازه من وقت ندارم که این مسائل بی اهمیت رو به ذهنم بسپارم. یعنی نمیتونی یه عادت به این سادگی رو بذاری کنار؟ نه چرا؟ حالا ببینیم چی میشه دیگه. گردونه رو بچرخون بچرخون، گردونه رو بچرخون بچرخون. رابی بله خانم. پاشو برو خرید. باش باش چشم. فقط خانم شما اینا رو نمیخواد تمیز کن، من خودم برگردم میام. خب الان تو این باد باشه و تو تو عدده دیده آفره رابین هو. رابین الان جان کوچولو گفت که کاروان پرنس جان اومده. آه بابا ما برو کنار، برو کنار تو باید الان با ما حمله کنی. بریم رابین. بله بودو بودو، باید بچه رو از مدرسه بیاری. آه راست میگه، باش نکه مزمونه ساعتم با من. رابین باش. من برش میخواستم برم بیرون. یعنی تو واقعا تشخیص نمیدی؟ آره میبینی واقعا تشخیص نمیدم. اصلا دیگه تو باهم خواستم مطرح کنم. اگه فقط یک بار به جای جدید لولای در دقت کرده بودی، هیچ وقت همچین چیزی پیش نمی اومد. ما حالا اگه زنده میدم باشیگن اینو با دقیقه آردنم. با یه قهوه چطوری؟ خوبم. با شکر یا بدون شکر؟ با بی شکر. جان کوچولو. بله خانم ماریان. میشه خواهش کنم این دفعه که میای لولای این در رو عوض کنی بذاری سر جای اولش؟ برای چی؟ به خاطر اینکه میترسم اگه یه بار دیگه رابین با سر بخوره تو این دره، ضربه مغزی بشه. حتما باشه. متشکرم. اصلا رادیو پیام اصلا چون رابین. اما بله
خوشحالی از اینکه جای لولایی در عوض شده؟ آره خب طبیعتا خیلی بهتره. آره امروز جان کوچولو جاشو عوض کرد. آی دستش درد نکنه چابلوس. خیلی خوب، پس باید بری خرید. از اول بگو برم خرید دیگه، این عادت ما رو شما بهانه کردین لولایی در رو. چی شد؟ بس خوردم به در. جای لولایی در که عوض شده. خب مریم میدونی چیه؟ من دیروز 2 ساعت تمام تو جنگل نشستم، تمام قوار فکریمو متمرکز کردم روی این مسئله که جای لولای در عوض شده و من باید به جای جدیدش عادت کنم. نمیدونستم که شما اینو عوض میکنه. خیلی خوب، حالا من چی کار باید بکنم؟ میدونی چی مریم؟ شما اصلا من کوچک عمتونم، کوچک زن کوچولو هم هستم. دست به این در دیگه نزنیم، بیخیال شما یه جور میریم. باشه باشه. من دیگه رفتم خرید. اینجوری دیده در افتاد. اینجوری بهتر شد دیگه، من عادت هم نمی کنم راحت میریم میاد. سوختم. چجوری؟ با آتیش. وای این چه بویه داره میاد، این چه بویه داره میاد. آتیش بابا، آیا نیچی بابا سر باشی بابا سر باشی بابا سر باشی وای مادرت از حال رفت. مادر کمکش بکنی. یک جا غم بیاره. مادر جنوز خش نکردی؟ الان خش میکنم. مادر جا به غم بیاره. مادر سب کنی بسیم توضیح بدم بابتم چی آخه. سب کن اگه من سب کنی دیگه. چی شده؟ چی من شده؟ من نمیدونم چقدر شلوغ بلوغش کرده. خود رو آتیش سوزه دیگه. چه ربطی داره؟ ربطش اینه مواقع آتیش سوزی باید همین کارا رو کرد. تو هم بی خودی اینجا بیکار وای نستا. بودو و داد بزن. بله آتیش سوزی. آتیش سوزی آشپزخونه دیگه. کی گفت آشپزخونه آتیش گرفت؟ تو گفتی. من کی گفتم؟ همین الان. همین الان گفتم. نه بابا رفته بودم چای بریزم، گوشه دستگیره گرفت به اجاق آتیش گرفت. بعد اومدم خاموشش کنم دستم سوخت. حالا هم خاموش شده. این دودم مال اون یه تیکه پارچه است دیگه. راست میگی؟ من یه پیشنهاد دارم. بهتر نبود به جایی که همینطوری خیلی بی دلیل فقط از روی عادت یک کار رو انجام بدیم؟ 2 دقیقه فقط 2 دقیقه فکر میکنیم راجع به کارمون. واقعا که ببین دیگه کارمون به کجا رسیده که آقای نیما خان باید برامون دستورالعمل صادر کنن. همش تقصیر شماست مادر. یهو اینجوری هول میکنین. خب آدم دست پاچه میشه دیگه. چرا به من میگی؟ به بابات بگو که یه دفعه بپره وسط و شلوغش میکنه. من؟ نه من. همین دیگه. آه قصه ای از 1001 شب، قصه شماره 127016. قربان گفته نمیشه چی؟
قربان تبریک میگم، بالاخره به آرزودون رسیدید. امشب قصه بی قصه. قربان شما تبریک. اجازه بدید لپتون رو. اجازه بدید بل لپتون رو. یعنی چی بی مزه؟ من دارم میخوام این کارو بکنم. دستتو بده. قربان. اجازه بدید من دستتو بده. مسه مسه. یعنی مسه خاموش. خاموش. قربان. لوس بی مزه. راوی تو چی گفتی؟ ننه شهرزاد گفت امشب حال قصه گفتن نداره. اینه که به شما اطلاع بدم امشب قصه خبری نیست. خودش هم رفته قدم بزنه. یعنی چه؟ مگه من مسخره ننه شهرزادم که هر وقت دلش خواست قصه بگه، هر وقت دلش خواست قصه نگه، بعد بره تو پارک قدم بزنه؟ این که خوبه قربان. بله قربان، مگه شما نمیخواستین از شر قصه های ننه شهرزاد خلاص بشین؟ خب چرا؟ خب قربان امشب راحت شدین دیگه. بله آخه یسار من به این قصه عادت کردم، اگه یه شب گوش ندم خوابم نمیگیره. نگران نباشی قربان، خواهش میکنم. کنترل کنین خودتون قربان. بله قربان. ملک. بله پدر. بله قد بشین. شنیدم که میگفتی که به قصه های ننه شهرزاد عادت کردی. آره؟ بله پدر. وای بیچاره شده، بدبخت شد. ولی بگه من میذارم که پسرم امید من به چیزی عادت کنه. بابا ساکت بابا، من از عادت متنفرم، میفهمی؟ نباید تا به چیزی عادت کنی. بابا جون من، سعی کن من سرمخت خود قرار بدی، به هیچ عادت نکنی. بله پدر، ولی خود شما هم به قصه های ننه شهرزاد عادت کردین. چی؟ من؟ بله منو به قصه های مزخرف ننه شهرزاد خجالت داره. بله بله خوربان، حیف که ننه شهرزاد رفته بیرون قدم بزنه. فلا صداش میکردم بیاد همینجا جلوی شما، ثابت میکردم که من به هیچ عادت ندارم. بله قربان. بله عادت ندارم. بله. هیچ کس جرأت نداره که بگه من به چیزی عادت کردم. والا من یکی رو دو میکنم، دو رو چهار تا میکنم، چهار تا رو هشت میکنم، هشت رو وزیر. بله قربان. هشت ضرب در دو چی میشه؟ 15 تا قربان. 15 هشت رو 15 تا میکنم. مرتب باشید، مؤدب باشید، ننه شهرزاد قصه‌گو وارد می شود. قربان قربان افه. آره آره عادت کردیم قربان. افه باره بینی. بسه گنده کنی میکنی؟ بیاید دوشیز شهرزاد. دوشیز شهرزاد، تا حالا کجا بودی؟ اینجا چرا اینقدر شلوخ بلوغه؟ چرا اینقدر سر و صداست؟ من میگم که حالا کجا بودی؟ رفته بودم قدم بزنم. قدم بزنی؟ مگه قرانی هست شب برای من قصه بگی؟ تو اینی میدونی که اگه یه شب برای من قصه نگی من میمیرم؟ قربان پدر، پس این داستان یکی و دوتا میکنم، دوتا رو چهارتا میکنم، چهارتا رو هشتا میکنم، چی شد؟ تا کجا رفته بودی؟ تا 15 قربان. 15 15 تا رو تقسیم بر دو بکنیم چند میشه؟ مبایز میخوره قربان. مهم نی، گردش میکنیم. میشه 8 تا. 8 8 تا میکنیم 4 تا، 4 تا میکنیم 2 تا، 2 تا میکنیم یکی هم بریم قصه رو بگیم که من دارم. پس من چی؟ یکی بعد برای من قصه بگه. صد دفعه بهت گفتم پسر به چیزی عادت نکن. ببر. عجب به چیزی عادت نکرده بودا. من اینجوری نمیخوام، یکی باید برای من قصه بگه. والا من یکی و دوتا میکنم، دوتا رو چهارتا میکنم، چهارتا رو هشتا میکنم، هشتا رو پونزدتا میکنم. خاموش. آتیش گرفته اون پایین گوشه زیر زمین. آتیش بدم شده. نترس بابا، نترس. ببین سطلاب کجاست؟ نمیدونم.
آب دوچار من نمیدونم یه دونه سطل مادر آب قمیر آب قمیر مادر داره قش میکنه کمک نه مادر خود رس کنم الان همسایه ها آب قمیری نه بوده برو تلفن بزن مادر خود رو کنترل کنید سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید ما که داریم باز دو مرتبه از روی عادت شلوغ میکنیم مگه قرار نبود قبل از هر کاری فکر بکنیم باید بشینیم سر فرصت فکر کنیم راست میگی؟ آره من موافقم پس بشینیم فکر کنید ولی من فکر کنم اگر تا 5 دقیقه دیگه همینجوری بشینیم و فکر کنیم دیگه هیچی از خونه باقی نمونه چون این دفعه دیگه دستگیر آشپزخونه آتیش نگرفته راستی راستی خود خونه آتیش گرفته من که خودت نگفتی که باید قبل از هر عملی فکر کرد آره من گفتم ولی در چنین مواقعی باید خیلی سریع فکر کرد نتیجه گرفت و عمل کرد خیلی سریع پس اینطور که تو الان داری قضیه رو مطرح میکنی اینه که ما باید زود باشیم ها؟ آره باید زود باشیم آتیش سلام گفتم بهتون خبر بدم که نگران نباشید آتیش رو خاموش کردم آخش یکی بود یکی بود یکی بود یکی نبود از میون قصه ها قصه حسن کچل قصه ای تازه نبود من حسن یکی یه چیزی خوند برو سیده تون پک میاد من خوابیدم از جون تکون نخوردم ای تنبل ای تنبل تکون بخور ای تنبل 40 روز سیب نخوردم اما هنوز نمردم ای تنبل ای تنبل تکون بخور ای تنبل 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 بابا حال نداری با ما چیکار داری برپا حسن برپا نه یکی داریم باید میزن تو دیک منم دیگه ببین قاشقم شکست خب دیگه این چه شیوه ای آخه باشو دیگه ننه دیگه باشو نه دیگه حالا بزرگ شدی مرد شدی چقدر میگیری تو خونه میشینی کی گفته من نشستم پس چی کار میکنی میگیرم میخوابم شت دیگه خندیدی تو استفاده میکنی آره زلیل مردی آخه این چه عادتیه که همش تو خونه باشی چی گفته من عادت کردم تو خونه باشم من عادت ندارم برم بیرون حسن اگه یه دفعه از این در خونه بری بیرون ها دیگه دلت میخواد همش بره تو خیابون و تو کوچه نه من که حرفی ندارم ولی میدین چه حیف عادت ندارم برم بیرون ننه خب این عادت تو ترک کن آخه همینجوری که نمیشه ننه حداقل یه انگیزه لازم است یا نشت چه انگیزه از این بهتر میری دوست و رفیق میگیری چه میدونم با این و اون آشنا میشی نه اینا که انگیزه نشد شما لااقل مثل قدیم از دم ایوون نه از همینجا یه سیب بچین تا دم در که من به عشق سیب خوردن از خونه برم بیرون آخه ننه حالا که فصل سیب نیست برو آره و چه توقعاتی از من داری ها من یه بذار فصل سیب بشه شما سیب بگی بعد از همین جاها بچین تا دم در اون سیب پشت درم بذار بعد حواسم نیست اینجا میرم سیب پشت در بعدم بخورم شما
در ببند. نه باز کن باز کن. شما باز نکنی یا خب در ببندی ولی ها. اگه بدونم با سیب خوردن از خونه میری بیرون ها، از زیر زمینم که شده سیب پیدا میکنم. برو کجا ننه؟ مگه نگفتی برو؟ آره خب دارم میرم دیگه. بس ننه، شما یه وقت از زیر زمین میخوای بری جای سیب سیب زمین ندن اینا. ناتر سیب میارم برات. خودشی با انگیزه است. حسن پاشو، اگه گفتی چیه به سرت خورد؟ چی بود؟ ببین چه خبر اینجا. آره نگاه کن پوزیبه. ببین برات چیه. دیدی ننه؟ ببین چه خبره، چقدر سیب برات گذاشتم. دست نکن ننه. بخور بخور. ببین چقدر سیب برات گذاشتم، بخور که بای ننش کردی. ببین چه خبره. نگاه کن اصلا اینه میدیم من. چی شد؟ خوردم دیگه. سیبا که مونده؟ نه تو فکر بچه دلف، همونقدر که میل داشتم خوردم دیگه. تو قرار بود سیبا رو که خوردی بری از خونه بیرون. نه نه اصلا من وقتی دلم درد نمیکرد از خونه نمیرفتم بیرون. آقایی که دلم درد میکنم میخوای بیم بیون. میدونی من با چه مکافات این سیبا رو پیدا کردم؟ فقط به خاطر که عادت تو خونه موندن از سرت بندازم. اصلا درد نکن شرمنده کردی. نه نه اصلا اگه حضور بود خیلی بهتر بود. حسن نه میگه انگیزش بهتر بود. این کلات کجاست؟ این کلات برای چی میخوای؟ الان بهت میگم که برای چی میخوام. برای این نه نه اصلا بزن ولی از من نخواه که بیم بیون. شت با ننو چه؟ 5 دقیقه وقت داری؟ برای چی؟ میخوام با دعوا کنم. آره اتفاقا منم میخواستم اینم که اگر تو وقت داری منم میخواستم با اگه اشکالی نداره منم بشینم ببینم حق با کیه. زمانم میگیرم. از نظر من اشکال. تو چرا صدات اینجوری شده؟ آب پرید گلوم، خیلی سرفه کردم صدام اینطوری شد. خیلی خوب، به هر حال از نظر من اشکالی نداره چون میدونم که حق با منه. بله از نظر منم اشکالی نداره چون میدونم حق با منه. در عمل معلوم میشه. اجازه بدین من شروع کنم. آماده این؟ 3 2 1 شروع کنم. تو چرا چشم تازگی ها همه جا رو نمیبینه؟ اصلا بی‌تفاوت شدی نسبت به همه چی؟ من چشم همه جا رو نمیبینه، تو چشات همه جا رو نمیبینه. تو به همه چیز بی‌تفاوت شدی، همه چیز برات عادت شده. اگه منظورتون جوراب نوئه که امروز صبح پوشیدین باید به عرض جناب عالی برسونم که چرا بنده دیدمش. اگر منظورتون تمیز کردن خونه است که بنده وقتی که وارد شدم به خوبی همه جا رو دیدم. بله چه عالی. پس تو هنوز به همه چیز عادت نکردی، دور و بر زندگی رو خوب نگاه می‌کنی. خوشحالم. معلومه تو هم معلومه که همینطوری. منم خوشحالم. پس دعوا تموم شد؟ نه از نظر منم نه. چرا؟ برای که من عادت دارم که وقتی از یه چیزی دل خورم سر بابات غور بزنم. پدر شما هم از چیزی دل خوری؟ معلومه که از یه چیزی دل خورم، اگه دل خور نبودم که انقدر الکی غرغر نمی کردم. آها ببخشید مادر، شما از چی دل خوری؟ از چی؟ راستشو بخوای من از این دل خورم که امروز تمیز کردن خونه انقدر طول کشید که نتونستم شام درست کنم. شام درست نکردی؟ چطور مگه؟ هیچی. نه بگین. هیچی. نه بگین دیگه. هیچی میگم. بگین پدر، خواهش میکنم بگین، خواهش میکنم بگین. آخه امروز همکار جدیدم رفت یه دونه نون سنگه که داغ خرید با پنیر آورد، نشستیم نون و پنیر رو خوردیم، کیف کردیم.
بعد دلواپس بودم، یعنی دلخور بودم از اینکه بیام خونه تو غذا درست کرده باشی. اون وقت تو بازم بیرون خودتو سیر کردی. اگه من شام درست کرده بودم چی؟ تو بازم شام درست نکردی؟ اگه من گرسنه و خسته اومده بودم خونه چی؟ کافیه دیگه، کافیه دیگه، وقت دعوا تموم شد، تموم شد، تموم شد. خیلی خوب، پس چایمون بخوریم. چای سرد شد. به هر حال من بعد از یه همچین دعوای مفصلی اصلا عادت ندارم که برم و چایی بریزم. منم همینطور. منم بعد از یه دعوای جانانه اصلا حوصله چای ریختن ندارم. منم همینطور. منم اصلا عادت ندارم. ولی در چنین مواقعی عقل و منطق حکم می‌کنه که این کارو انجام بدم. حالا جورابم خوشگله. ایوا منو چی؟ اینا که لنگه به لنگه است. لنگه. دست نزن دیگه. چون اینجا نگاه میکنی؟ هیچه. این ندوزن خوبا بوق نذاشتی من بزنم آخر. میذاری سرتو فوت کنه؟ آره بیا بزنم. آره ولی یواشا. باشه باشه بیا بیا یواش. خب چه بد شده صداش؟ آره میخوام این بوختگی ها وست کنم. یعنی کی گذاشته بود بالای در؟ نه خیلی کار بدی کرده بودی. بابا گفتیم یه تنوع شدی. چی اصلا میاجا اصلا خورد میکنی؟ این کار اینقدر به روحیه من کمک میکنه. وایسا کو آشغالش؟ آشغال نداشت؟ نه خیر. کی آشغالشو برداشته؟ تو برداشتی دیگه. تو برده بودی؟ من برداشتم، گشنم بود. چرا سر غذا نمیه پلما؟ دیوانه. یه برو بشین، برو باید وسط بشین. برو سر جا. برو وسط. وسط اینجاست و جای منه. جا تو اونجاست. گیر نده، برو وسط بشین. وسط اینجاست، اینجاست وسط، جای منه. برو سر جا بشین. آها یاد باشه پس تو اینجا میشین. پس من اینجا تو اونجا، یادت باشه. شروع میکنیم. موافقید همه با هم درباره عادت صحبت کنیم؟ همه با هم؟ بله همه با هم. من که موافق نیستم. منم همینطور. نه منم خوشم نمیاد. منم موافق نیستم. آخه چرا؟ دلیل خاصی نداره. من عادت کردم هر کی هر چی میگه مخالفت کنم. منم همینطور. آره منم اینجوریم. منم همینطوریم. ولی من فکر میکنم این که آدم از روی عادت یه کاری انجام بده اصلا خوب نیست. خیلی بهتره که آدم عادت شکنی بکنه. مثل این صده گذاشتیم کرد سره. خیلی خوب بود. آره نه اصلا مثال خوبی نیست. نه باش بس بیاییم در باره عادت حرف بزنیم. آره منم موافقم. منم آره منم موافق. منم همینطوریم. خیلی عجیبی که شما حرف منو این قد زود باور کردید. چرا؟ آخه عادت شکنی تمرین زیاد میخواد. ولی شما زود حرف منو پذیرفتیم. بچه من احساس میکنم آقای دکتر داره ما رو اذیت میکنه. منم همینطور. منم آره همین. منم موافقم. منم موافقم. بعد گفتم که یه عادت عجیب غریبی دارم که هیچ وقت نمیتونم بذارم کنار. نه چه عادتی؟ وقتی که احساس کنم یه نفر اذیت هم میکنه میگه چی کار میکنه؟ لش میکنی؟ نه نه پودرش میکنه. آره؟ نه نه پرتش میکنی بیرون؟ نه نه پرتش میکنه تو. آره؟ نه نه یه کاری بکنم ولی باش باش. ولی من منظور خاصی نداشتم. میدونم منتها دیر شده کار از کار گذشته. اون ساختمون چقدر بلنده. کجا؟ بسختونم خطرناک شده. باشه برو برو. گرفته بود تو چی گذاشتی دره؟ خب گفت
بذار برم خطرناکی. گفتم برو من باش. ببخشید کجا نمیخونی بچه ها؟ راست میگه ساختمونه خیلی بلنده. آره دیدم. راستی تو گفتی در این مواقع چیکار میکنی؟ کدوم مواقع؟ گفتی یکی اذیتت کنه یه کاری میکنه. میترسم. منم همینطور. منم همینجوری میترسم. منم همینطور. چه سردمه. منم همینطور. سردمه. من که عادت نداریم زمستونه. اینجوری کنین گرم. کاش لاغر پالتو منو میپوشیدی.